سخنران بعدی ما آقای پویان سوداگری هستند. ایشون دانشجوی سابق کارشناسی الکترونیک، فعال دانشجویی هستند که در سال 1390 در ایران دستگیر شدند و پس از 5 ماه انفرادی در زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شدند و در دادگاه انقلاب تهران به 16 سال زندان و تبعید محکوم شدند و در اواخر سال 1391 از ایران به صورت غیرقانونی خارج شدند و موضوع صحبتشون در ارتباط با تأثیر دستگیری والدین بر کودکان آنهاست. بفرمایید. ممنون از شما. با تشکر از همکارم آقای پور یعقوب. وقتی تاوان کردار والدین را کودکان می‌پردازند، یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق بشر بسیار کم به آن پرداخته شده و به دلایلی که میتوان حد زد در داخل ایران امکان چندانی برای مطالعه عمیق علمی یا پژوهش میدانی و دانشگاهی روی آن وجود ندارد. تأثیر زندانی شدن یا اعدام والدین یا اعضای درجه یک خانواده بر روی کودکان است. بر اساس تجربه شخصی و نیز تجربه که دیگر اعضای خانواده و نیز دوستان و هممندان من داشتند، می توانم بگویم که تأثیر از دست دادن اعضای خانواده به شکل اعدام، یعنی شیوهی که کودک را در محیط پیرامونش مشخص و از دیگران مجزا می سازد، یا دوری وی از بستگان درجه یک به دلیل محبوس بودن آنها به شکل جبران ناپذیری به روح و روان کودک آسیب میزند. دستگیری یا بازداشت یک فرد در ایران که در اینجا بحث ما بیشتر روی زندانیان سیاسی متمرکز است، معمولا بسته به اهمیت فرد پس از یک دوره کوتاه یا بلند تعقیب و مراقبت صورت میگیرد. برای افسودن بر شوک حاصل از دستگیری و ضربه نخستین ناشی از آن، این دستگیری ها به صورت ناگهانی و با خشونت و هجوم به خانه، محل کار یا در مسیر تردد فرد صورت می‌گیرد. چه این حملات به محل سکونت افراد صورت گیرد و چه آنها در مکان‌های دیگری بازداشت شوند، در مورد اتهامات سیاسی بازرسی و تفتیش منزل قطعی است. فرزندان کم سال خانواده نخستین شوک و ضربه را از مشاهده دستگیری اعضای خانواده‌شان که معمولاً با توهین، تحقیر و در بسیاری موارد با ضرب و شتم همراه است دریافت میکنند و سپس تفتیش منزل که به شکل ضربتی و ناگهانی صورت میگیرد، آنها را در خلایی ناشی از بیپناهی درماندگی جمعی خانواده شناور میسازد. ضربه نخستین سیستم امنیتی تمامی خانواده را در بر میگیرد و معمولاً مامورانی که برای بازداشت یا تفتیش خانه به مکان استقرار فرد متهم هجوم میآورند، تعمد دارند تا با هدف گرفتن کل خانواده از یک طرف زندانی را دچار عذاب وجدان سازند و از طرف دیگر خانواده آسیب دیده در مقابل فرزند یا سرپرست خود قرار دهند. ماموران از همان لحظات نخست و سپس در تمام دوران بازجویی از طریق فشار به خانواده برای درهم شکستن زندانی استفاده می کنند. مشاهده ضرب و شتم والدین یا خواهر و برادر بزرگتر چیزی نیست که هیچگاه از خاطر کودک محو شود. حتی بازرسی اسباب بازی‌ها و وسایل شخصی کودک پرسش‌های بسیار بزرگی را برای او ایجاد می‌کند که او همواره در پس ذهن خود خواهد داشت و سالیان متمادی از آن حادثه با خاطره بسیار بدی یاد کرده و اثرات بدی از آن در ذهن خود می‌ماند. در ذهنش می‌ماند. اینجا میخوام مثالی از خودم بزنم و سرگذشت خانواده خودم رو بگم. به سال 1386 باز میگردم که 17 سال بیشتر نداشتم. شب قبل پایم شکسته و در گچ بود. صبح خیلی زود حدود ساعت 5 با صدای ممتد کوبیدن در از خواب پریدم. مادرم در رو باز کرد و ناگهان 8 نفر از مامورین وزارت اطلاعات وارد خانه شدند. اصلا تصویری از وضعیت نداشتن. ناگهان چند نفر به یک باره وارد اتاقم شدن و فراموش کردم که پایم شکست است. بی اختیار از جایم برخواستم، اما چون نتونستم روی پام بیستم به زمین خوردم که در همان وضعیت باقی ماندم و ماموران صرفا با تمسخر نگاه میکردن. آنها تمام خانه را به هم ریختن و پدر و مادرم را دستگیر و با توهین و تحقیر با خود بردن و من هرچی میپرسیدم که چیکار باید بکنم، آنها حتی
اجازه صحبت با پدر و مادرم را به من نمیدادند یا با ناسزا جوابم را میدادند. دنیا پیش چشمم تیره و تار شده و ترس و وحشت تا ماها رهایم نمیکرد. دلهوره شدیدی داشتم و مرتب کابوس میدیدم و از خواب میپریدم. نمونه های مشابه هم و از وضعیت دوستانم میتوانم برای شما نقل کنم که پس از اعدام پدر یا عضوی از خانوادهشون در دوران کودکی یا نوجوانی چه ترس و وحشت شدیدی بر دل آنها حاکم شده بود و آنها تا مدت های مدید دچار اضطراب و تشویش بودند و تا ماها دچار گوشه‌گیری و کم حرفی شده بودند. دائم از کابوس هایشان در خواب حرف می زدند و همیشه نگران بودند، چرا که جسد پدرشان را پس از اعدام تحویل خانواده هاشان نداده بودند و خودشان دفن کرده بودند. دوره دوم پس از دستگیری دوره بیخبری از فرد دستگیر شده است که بسته به کیفیت رابطه کودک با وی تأثیرات خرد کننده روی روح و روان او بر جای می گذارد. در این دوره دیگر اعضای خانواده بسته به سن و سال و میزان تحمل کودک واقعیت را برای وی بیان می کند. بیقراری، گوشه‌گیری و بهانه‌جویی از شایع‌ترین اختلالاتی است که در این دوره در رفتار کودک مشاهده می شود. در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی متهمان سیاسی بازداشت شده تا مدت‌های طولانی که گاه تا چند سال نیز می‌رسد از برقراری ارتباط با خانواده‌هاشان محرومند. در مواد متعددی حداقل در روزها و ماه‌های نخست دستگیری بستگان فرد دستگیر شده از اینکه وی در کجا نگهداری می‌شود یا حتی در بازداشت کدام نهاد یا سازمان امنیتی است و حتی اینکه عزیزانشان زنده است یا نه بی‌خبر نگه داشته می‌شوند. و باز هم میخواهم در مورد خانواده‌ام مثالی بزنم. بعد از دستگیری پدر و مادرم من به همراه اقوام پس از مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب نتوانستیم آثاری از آنها پیدا کنیم که آنها کجا و آیا زنده هستند. تا 4 ماه بعد که مادرم را به دلیل بیماری شدید از سلول انفرادی به سویت‌های 2 نفری در بند 209 انتقال کردند امکان تماس تلفنی با او دادند و سپس توانستیم ملاقات کابینی با هم داشته باشیم. سیاست بیخبر نگه داشتن خانواده از فرد دستگیر شده و نیز حبس انفرادی و تجرید فرد بازداشت شده از خانوادهش یکی از شناخته ترین شیوه های شکنجه است. به ویژه اگر فرد دستگیر شده پدر یا مادر کودک یا کودکانی باشد که شاید حتی یک روز را هم بدون او سر نکردند. بر اساس گزارش و تجربه بسیاری از زندانیان سیاسی امکان تلفن کردن و گفتگو با خانواده امتیازی است که بازجوی زندانی تحت شرایط خاص به او می‌دهد. حتی در این امتیاز دهی نیست کودکان به عنوان ابزاری که می‌توان به وسیله آن متهم را در هم شکست در نظر گرفته می‌شود. یعنی یک فشار دو طرفه عاطفی روی زندانی و نیز فرزند یا عضو خانواده وی صورت می‌گیرد. پس از طی روزها و ماها فشار و بازجویی که معمولاً با انواع اقسام شکنجه ها همراه است و معمولاً پس از دریافت حکم خانواده ها اجازه می‌یابند تا با عزیزان خود به صورت کابینی دیدار کنند. جابجایی مسافت های طولانی برای رسیدن به زندان و ساعت های متمادی صف و انتظار برای ملاقات، پرخاش خشونت مداوم ماموران زندان محیط ناامن و پرسترابی برای کودکان ایجاد می‌کند. در این بخش اجازه می‌خوام تا مسئله را اندکی گسترده‌تر و خارج از چارچوب زندانی سیاسی مطرح کنم. طبق اعلام خبرگزاری تسنیم در 20 خرداد 1394 حدود 150,000 زندانی متأهل که هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرانند به گفته مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان کودکان این زندانیان جدای از حدود 427 کودکی هستند که همراه با مادران خود در زندان ها زندگی می کنند و به صورت روزمره و دائمی در معرض انواع آسیب ها و مشکلاتی قرار دادن که عموم زندانیان بزرگسال با آنها مواجه هستند. کودکان و نوجوانان در این مسیر ناملایمات زندان را با پوست و گوشت خود لمس می کنند که در سنین مختلف تأثیرات خاص و متفاوتی را در آنها ایجاد می کند. از جمله این تأثیرات می توان به کاهش اعتماد به نفس، عدم توانایی توضیح موقعیت خود به دیگران، دروغ گفتن دیگران درباره وضعیت موجود و حتی دروغ گفتن به خود، از دست دادن اشتها، علاقه به بازی و تفریح، مدرسه اشاره کرد.
در موارد بسیاری همبندان و اعضای خانواده زندانی از بی‌اشتهایی و اختلال در خواب فرزندان خود سخن می‌گویند. در مواردی که عضو خانواده کودک اعدام می‌شود، میزان این آسیب‌ها چندین برابر افزایش می‌یابد. کودک در محیط بزرگ می‌شود که ابری پیدا و پنهان از اندوه و در برخی موارد حس انتخاب‌خواهی او را تا ابد همراهی می‌کند. در عمق آسیب‌ها و اختلالات روانی که پس از اعدام در خانواده اعدامیان و ویژه اعضای کم سن و سال آنان رخ می‌دهد، کمتر کسی تردید دارد. در مواردی که متهم برای آخرین ملاقات پیش از مرگ اجازه می‌یابند تا با خانواده خود دیدار کنند، کودکان و نوجوانان به لحظه دریافت و فهم قبول غیر قابل ترمیم بودن این جدایی می‌رسند. این لحظه تصویری است که آینده و سرنوشت کودک هیچگاه از آن خلاصی نمی‌یابد. وخیم‌ترین آسیب روانی و اجتماعی که بر اعضای خانواده، دوستان و آشنایان و بستگان و به ویژه اعضای کم سن و سال اعدامیان وارد می شود، ناشی از مشاهده اعدام بستگان در ملأ عام است. اعدام در ملأ عام بالاترین میزان وحشت و فشار روانی طولانی مدت ها به خانواده قربانیان وارد می سازد. ضمن این که فشار اجتماعی ادامه داری را از هر لحاظ به خانواده اعدامی وارد می آورد، این فشار به اندازه است که معمولا امکان ادامه زندگی بر روال سابق به کلی از بین می رود و اعضای خانواده اعدامی بین ترک محل سکونت، گوشه‌گیری یا ارائه واکنش های مخرب ناگزیر از انتخاب می شوند. آسیب پذیرترین حلقه انتخاب کودکان هستند. از دیگر مشکلاتی که در اینا برای فرزندان اعدامیان وجود دارد، دریافت گواهی فوت پدر یا مادر اعدام شده از اداره ثبت احوال است که عضو بازمانده برای ادامه تحصیل، خدمت وظیفه، ارائه به ادارات مختلف و به ویژه استخدام و شغلیابی نیاز دارد که به علت دهج نوع مرگ اعدام در گواهی فوت که به رویت مسئولین و وزارتخانه و دوایر دولتی میرسد، عملا شانس وی برای کسب شغل یا موقعیت درخواستی را از بین میبرد که خود به ایجاد دور دیگری از حاشیه شدن و خروج از روال معمول زندگی را میانجامد. مواردی که عرض کردم گوشه‌ای از کوچکترین مسائل مربوط به خانواده زندانی و به ویژه فرزندان آنها بود. در خاتمه پیشنهاد میکنم اندکی از روال معمول بحث‌های حقوق بشری که صرفا به خود زندانی میپردازد خارج شویم و به پیرامون محیط و آسیب‌هایی نیز که خانواده زندانیان با آنها مواجهند بپردازیم، یعنی به کسانی که قربانی وضعیت‌های ناخواسته هستند، در وضعیت به سر میبرند که در شکل‌گیری آن کوچکترین نقشی نداشتند و بهای چیزهایی را میپردازند که خود انتخاب نکردند. طبیعتا این گزارش تنها گوشه ای از واقعیت های موجود را مورد اشاره قرار داده و کنکاکشی بیشتر در رابطه با این موضوع مستلزم تلاش جمعی فعالین و سازمان های حقوق بشری است. ممنون از شما.